سرخط خبرها. ملا هیبت الله در فرمان والیان شمار از ولایت‌ها و قماندانان قلی اردوهای طالبان را تغییر و تبدیل کرد. رنجر طالبان یک کودک را در بادغی زیر گرفت و کشت. حادثه‌ای که بیخ و ریشه میلیون‌ها هزاره را سست و نابود کرد. ظهور امپراتور جدید در پایتخت ملا هیبت الله. گلبری در یک مکتب در سربستان نو کشته بر جا گذاشت. مشروع خبرها. روزنامه 8 صبح گزارش می‌دهد ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان به تازگی در فرمان والیان شمار از ولایت‌ها و قماندانان قلی اردوهای این گروه را تغییر و تبدیل کرده است. در فرمان منصوب به رهبر طالبان که روز پنجشنبه به نشر رسیده آمده است که هدف از این تغییرات بهبود و پیشرفت در کار ادارات است. بر بنیاد فرمان رهبر طالبان مولوی طه ولی پیشین کنر به حیث معین مسلکی وزارت سرحدات اقوام و قبایل، مولوی محسن هاشمی ولی پیشین پنجشیر به حیث سرپرست اداره عالی تفتیش، ملا رحمت الله محمد قماندان پیشین قلی اردو 203 منصوری به حیث قماندان جدید قلی اردو 209 الفتح و مولوی نصرالله متی قماندان پیشین قلی اردو 209 الفتح به حیث قماندان جدید قلی اردو 207 الفاروق گماشته شده است. همچنان قاری اسماعیل راسخ والی ازبق جوزجان به حیث قماندان قلی اردو 203 منصوری، مولوی محمد علی حنفی معین پیشین استراتژیک و استخبارات وزارت دفاع طالبان به حیث سرپرست ولایت این گروه در قندهار، قاری ایوب خالد قماندان پیشین قلی اردو 207 الفاروق به حیث والی جدید کنر و مولوی بشیر حقانی معاون پیشین والی میدان وردک به حیث والی جدید نورستان گماشته شدند. در فرمان ملا هیبت الله آخوندزاده آمده است که مولوی گلایدر شفیق معاون پیشین میدان وردک به حیث والی جدید جوزجان، مولوی عبدالرحمن حقانی معین پیشین وزارت سرحدات اقوام و قبایل به حیث والی جدید بغلان، مولوی سمیع الله حزب الله والی پیشین بغلان به حیث قماندان امنیه جدید قندهار و مولوی رحیم محمود قماندان امنیه پیشین قندهار به حیث معاون جدید والی طالبان در غزنی گماشته شدند. رهبر طالبان هر ازگاه اقدام به تغییر و تبدیل مسئولان این گروه در ولایت‌ها، وزارتخانه‌ها و قلی اردوها می‌کند. رنجر طالبان یک کودک را در بادغی زیر گرفت و کشت. منابع ملی در بادغیز میگویند که رنجر جنگجویان گروه طالبان یک کودک را در این ولایت زیر گرفته و کشته است. منابع ملی در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که این رویداد شام روز چهارشنبه در نزدیکی بازار ولسوالی جوند بادغیز رخ داده است. گفته می شود که این رنجر مربوط به نیروهای قماندانی امنیت طالبان در ولسوالی جوند بوده است. قربانی این رویداد یک پسر بچه 8 تا 10 ساله گفته شده است. طالبان در بادغی هنوز در این مورد چیزی نگفتند. زیر گرفتن غیر نظامیان با وسایل نظامی از سوی طالبان بی پیشینه نیست. حدود دو هفته پیش نیز در پی برخورد رنجر جنگجویان طالب با یک سه چرخه حامل غیر نظامیان در کوپیسا 7 تن کشته و زخمی شدند. یکی از افراد با نفوذ قوم هزاره زیر شکنجه طالبان کشته شد. محمد حسین احسانی از منتفضان قوم هزاره در بلخ بود. محمد حسین احسانی یکی از افراد با نفوذ قوم هزاره در ولسوالی بلخ به ولایت سرپل عصر روز چهارشنبه به دست نیروهای طالبان بازداشت شد و ساعت بعد زیر شکنجه به قتل رسید. نزدیکان احسانی به اندپندنت فارسی گفتند که او در دولت پیشین افغانستان مسئولیت اداری یکی از روستاهای بلخاب را بر عهده داشته است و در زمینه مسائل اجتماعی و همچنین تجارت زغال سنگ فعال بود. بر اساس اطلاعات این منبع آگاه، احسانی عصر چهارشنبه در یک هتل در شهر مزار شریف به دست اعضای طالبان بازداشت شد و ساعت بعد زیر شکنجه به قتل رسید. در ماه‌های گذشته و پس از وقوع درگیری میان مولوی مهدی مجاهد فرمانده ناراضی طالبان با نهادهای امنیتی این گروه، احسانی به همکاری با مولوی مهدی متهم شد. در آن زمان احسانی چند قبض اسلحه و امکانات را که در اختیار داشت به طالبان سپرد و از نهادهای امنیتی این گروه برگه عفو دریافت کرد. ملا شیرین والی تازه طالبان در قندهار چه کسی است؟ ملا هیبت الله به تازگی ملا محمد علی حنفی مشهور به ملا شیرین را به حیث والی قندهار گماشته است. ملا شیرین پیش از این معاون استخبارات وزارت دفاع طالبان بود و از نزدیکان و افراد مورد اعتماد رهبر طالبان به شمار می رود.
ملاشیرین باشنده اصلی ولسوالی جیره قندهار است و از دوستان نزدیک ملا عمر بنیانگذار طالبان بوده است. ملاشیرین سالها در قطر زندگی کرده است و عضو هیئت مذاکره کننده طالبان با امریکا بود. وای چند پیش با ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان و پسر ملا عمر به قطر رفت و در بسیار از دیدارهای وزیر دفاع طالبان با نماینده کشورهای خارجی نیز حضور داشت. عبدالستار حسینی عضو پیشین مجلس نمایندگان گفت اختلافات هم که بین شبکه حقانی و ملا هیبت الله است کاملا دقیق است. اینها بر سر قدرت است و بر سر اقتدار است و گزارشی که ما داریم مدت 16 روز است که سراج الدین حقانی در قندهار است و تا امروز که من با شما صحبت میکنم سراج الدین حقانی را ملاقات نکرده. پیش از این ملا شیرین ملا محمد یوسف مشهور به حاجی وفا والی طالبان در قندهار بود، اما پس از کشته شدن ملا داود مزمل والی بیشین طالبان در بلخ و به دستور رهبر طالبان سرپرست ولایت بلخ شد. حاجی وفا نیز در حلقه وفادار و نزدیک به رهبر طالبان است. این در حالی است که پیش از این دفتر سخنگوی طالبان نیز به دستور ملا هیبت الله از کابل به قندهار انتقال یافت و نیز رهبر طالبان تا کنون بسیار از افراد نزدیک به خودش را در ولدها و بخشهای مهم و راهبردی جابجا ساخته است. و اما رهبر طالبان با این گونه گماشتنها و جابجایی‌ها در پی چیست؟ مرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت داخله گفت افراد زیاد را در قندهار مسلح ساخته به خاطر تامین امنیت خود. او نسبت به آمدن در کابل بسیار شاکی است. میخواهد که افراد مطمئن خود را بگمارد. افرادی که دیگر در دیگر شبکه ها باشد میخواهد آنان را عزل کند. بسیار به این باور هستند که بی‌اعتمادی ها و اختلافات میان طالبان عمیق هستند و رهبر این گروه در تلاش منزوی ساختن دیگر شاخه های قدرتمند طالبان و در کنترل داشتن تمام مسائل است. چنان که تاکنون چندین نشست کابینه طالبان در قندهار زیر نظر رهبر طالبان برگزار شده است و بسیار از رهبران طالبان از یک هفته به این سو به قندهار رفتند تا در یک نشست دیگر کابینه طالبان شرکت نمایند. گلوله‌باری در یک مکتب در سربستان 9 کشته بر جا گذاشت. صدای آمریکا گزارش می‌دهد. در نتیجه گلوله‌باری در یک مکتب در بلگراد پایتخت سربستان کم از کم 9 نفر از جمله 8 شاگرد جان باخته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس بلگراد گفت که یک پسر 13 ساله صبح روز چهارشنبه 3 می بر معلم شلیک کرده و سپس 8 شاگرد و یک محافظ مکتب را و یک مکتب را نیز به گلوله بسته است. پلیس گفت که حمله کننده که در صنف هفتم درس میخواند دستگیر شده است. پلیس گفته است که مظنون در مدت یک ماه این حمله را طراحی کرده و فهرست کسان را که باید کشته شوند تهیه کرده بود. وزارت داخله سربستان در بیانیه گفت 8 کودک و یک محافظ امنیتی کشته و 6 کودک و یک معلم مکتب زخمی شدند. ویسلین میلیچ رئیس پلیس بلگراد گفت که دانش آموزان کشته شده 7 دختر و یک پسرند که بین سالهای 2009 تا 2011 تولد شدند. مینال میلوسویچ پدر یکی از دانش آموزان مکتب ابتدایی ولادیسلاو ریبینکار گفت که دخترش در صنف بود که گلوله‌باری در آن رخ داد. میلوسویچ به شبکه تلویزیونی N1 گفت او دخترش موفق به فرار شد. پسر ابتدا بر معلم شلیک کرد و سپس بدون هدف شروع به تیراندازی کرد. میلان ندلوک شاروال منطقه مرکزی واراکار که این مکتب در آن واقع شده است گفت که وضعیت صحی معلم وخیم است و دکتران تلاش دارند او را نجات دهند. پلیس در بیانیه اعلام کرد که مجروحین تحت مداوا قرار گرفته است و تحقیقات در مورد انگیزه تیراندازی آغاز شده است. گلوله‌باری دسته جمعی در سربستان که قوانین بسیار سختگیرانه برای حمل سلاح دارد نسبتا نادر است، اما نارامی های دهه 1990 سبب سرازیر شدن صدها هزار سلاح غیر قانونی به این کشور شده است. مقامات سربستان چندین بار اعلام کردند که در صورتی که اشخاص سلاح‌های غیرقانونی خود را تحویل دهند مورد عفو قرار خواهند گرفت. نشست دوحه کنفرانس پایانی چه پیام‌هایی داشت؟ ادامه‌اش. دبیرکل سازمان ملل اشاره به مسئله مواد مخدر نیز داشت. ایران در ارتباط با طالبان 4 مسئله اصلی دارد: حقابه، مهاجران، تروریسم و مواد مخدر. از آن جایی که افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان است و طالبان نیز آن را حمایت میکنند، مسیر اصلی ترانزیت آن به اروپا و سپس آمریکا جمهوری اسلامی ایران است.
مواد مخدر یک مسئله جهانی است و همه کشورها از جمله همسایه های افغانستان را درگیر کرده است. اشاره به این مسئله در صحبت های گودری جدی گرفتن نگرانی های همسایه ها است. برای مردم افغانستان حقوق بشر، دولت مشروع، نان و مهمتر از همه امنیت اولویت است. مسئله اصلی مردم افغانستان زنده ماندن از شر فقر طالب است. مردم باید زنده بمانند و حق کار و زندگی و آزادی داشته باشند تا به مسئله مواد مخدر بپردازند. بدون شک مواد مخدر مسئله همه جهان از جمله مردم افغانستان است که میلیون ها معتاد دارد، اما مردم در کشور با مصائب بزرگتر مانند فقر و طالب دست به گریبانند. از این لحاظ به دلیل این که به کشتنها و بستنهای مردم توسط طالبان در کنفرانس دبیرکل سازمان ملل پرداخته نشد، می شود گفت که کنفرانس پایانی نشست دولت در این قسمت ضعیف است. اگر به بازداشت‌ها و کشتارهای بی‌رویه و غیر قانونی توسط طالبان هم در این کنفرانس خبر پرداخته می شد، پیام نشست می توانست قوی تر از این باشد. از سوی دیگر کنفرانس خبری نشست دولت بیان کرد که طالبان با دولت شدن فاصله بسیار دارند. هنوز حتی صحبت کردن از مشروعیت بخشی به رژیم این گروه برای کشورها و سازمانهای بین المللی هزینه دارد. فقط یک صحبت کوتاه آمنه محمد توانست هزینه زیاد روی دوش سازمان ملل بگذارد. با این حال جهان و سازمانهای بین المللی خود را ملزم به برقراری ارتباط با افغانستان و حاکمان فعلی آن می‌دانند، هرچند این ارتباط به معنای به رسمی شناختن این حاکمان نیست. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدارتان باشد.